عزیزی تازه اون اهل مصره، آمده پیش من چند روز پیش میگه خدا به من پسری داده، شیخ من دوست دارم شما براش اسم انتخاب بکنی. گفتم محمد، گفتم عبدالله، گفت عبدالرحمن، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، تو آمده پیش من یه شیخم، به من میگی اسم انتخاب بکن برای پسرم، بعد میگی اسم قدیمیه، اسم قشنگتر میگی، میخوام اسم قشنگتر، زیباتر، یعنی میخوای بگی که من بگم الکس اسمش بذار، چیزی دیگه نمانده که از من الکس رو بگیرید. من میگم عبدالله و عبدالرحمن و فلان، میگی نه ای کمی قشنگتر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند احب الاسماء الی الله، محبوب ترین اسم ها نزد خدا دو تا اسم برای پسر، عبدالله و عبدالرحمن. بعد اسامی که با صفت عبودیت باشه، یعنی صفت عبد داشته باشه، نه عبدالعلی. نه عبدالعلی، نه عبدالحسین. نه عبدالرسول. اینا اسمای شرکیه. عبد وقتی میاد با یک طرفش الله باشه. عبد وقتی میاد با طرف مقابلش الله باشه. چون عبد داریم و رب داریم. حتی غلام حسین، ما غلام حسین نیستیم. ما غلام حسین نیستیم. اگر قرار باشه ما غلام باشیم، غلام یک نفریم. قل هو الله احد. با عقیده نمیشه بازی کرد. عبد فلان و عبد فلان و عبد فلان. بهترین اسم ها عبدالله و عبدالرحمن. و بعد بهترین اسم ها، اسم هایی که صفت عبودیت داشته باشه. یعنی 99 تا اسم خدا، اولش بیاری عبد. عبدالله، عبدالکریم، عبدالستار، عبدالمنان، عبدالغفور، عبدالشکور، عبدالحسین، عبدالرسول. کاری به مذهب ندارم، تو شیعه و سنی هست. عبدالرسول کمه تو سنی ها؟ ما میخوایم یعنی از بندگان خدای خدا درست بکنیم؟ همه پیامبران آمدن که به بندگان خدا بگن انا عبدالله واجتنب الطاغوت. هیچ عالمی حق نداره به مردم اجازه بده دستش ببوسن. باید این تمام بشه. قدسیت به این معنا نیست. احترام عالم دارید، محبت عالم دارید، دعای خیر میکنید، حمایت میکنید از عالم، اون بحث جداگانه است. عالم هم به تو خدمت داره میکنه، احترامش جای خودش، اما این که خم بشی دستش ببوسید، خم شدن فقط برای الله. الله اکبر، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. دیگه مال کسی دیگه نیست. مصافحه، معانقه، اشکال نداره، اما خم شدن ما اجازه نداریم. سروران، برادران و خواهران عزیز، شما که جمع شدید اینجا، جمع شدید کلام خدا را بشنوید،